یک هفته از قیام سراسری مردم ایران میگذره و در این قسمت از برنامه میخوایم ببینیم که این قیام چه ویژگی هایی داره. همراه هستیم با آقای رضا مرادی تا به همین موضوع پردازیم. آقای مرادی سلام میکنیم به شما و خوش اومدید به گفتگوی امروز ما. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم. اگه بشه شما بفرمایید که این قیام چه ویژگی هایی داره و دلیل استمرار اون چیه؟ قبل از هر چیزی باید ما در رابطه با این قیام بزرگی که هم اکنون در حال انجام هست یک نکته رو باید بیش توجه داشته باشیم و اینکه این قیام در استمرار یک مبارزات 44 ساله مردم ایران با تمامیت این رژیم هست و به طور مشخص در ادامه سلسله قیام هایی هستش که از 96 و 98 به این طرف استمرار و ادامه پیدا کرده. اگر ما یادمون باشه خود برادر مسعود در پیام بکنم مرداد 97 بود وقتی که در جمع‌بندی قیام های 96 به این طرف مطرح کرد چند تا نکته رو اذعان کرد و گفتش که قیام ها از این پس قیام ها استمرار داره و قیام ها گسترش پیدا میکنه و همچنین مطرح کرد ویژگی سوم قیام ها عمق پیدا میکنه و اینکه این قیام ها با مقاومت سازمان یافته پیوند داره و توسط اونها پشتیبانی میشه و در محور پنجم خودش هم تاکید کرد که این قیام ها هرگز رژیم پاسخی برای توقف دادن این قیام ها نداره، برای مقابله با اون نداره. در نتیجه آنچه که پیش رو هست استمرار، گسترش و عمق این قیام هستش. به همین خاطر اگر شما از چند سال گذشته به طور مشخص از 96 میمد در 4 الی 5 سال گذشته دقت کرده باشید، شاهد اثبات این حقیقت هستیم و میبینیم که چگونه مراحل کمی قیام ها، قطعات پازل این قیام ها روی هم انباشته شده و الان حاصل و اوج و شکوفایی اون رو ما در قیام گسترده و سراسری شهریور ما شاهدش بودیم. بنابراین ما اگر من بخوام به اختصار براتون بگم، ما با یک انبار عظیم، به یک حجم عظیمی از نیروهای غنی سازی شده و آماده در جامعه ما رو بودیم که خب قتل جنایتکارانه مهسا امینی به مساوی یک چاشنی این انرژی عظیم رو در جامعه ما آزاد کرد و الان اون چیزی که شاهدش هستیم محصول این انرژی عظیمی است که در جامعه ما در این قیام آزاد شده. در رابطه با این قیام از ویژگی‌ها شما سوال کردید، من یک نکته اولیه توضیح بدم که این قیام تقریبا میشه گفتش که این رژیم اساسا غافلگیری درش نداشت. اگر شما در همون اخباری رو که یا اون مثلا کسایی که حامیان نظام هستند و به هر حال حافظان نظام هستند تاکید میکردن و هشدار میدادن که یک قیامی در راه هستش و آماده باشیم و نگذاریم این موضوع مهسا تبدیل به یک قیام بشه. بنابراین رژیم به رغم تمام آمادگیه که داشت نتونست توقفی بزنه و نتونست جلوی این قیام رو بگیره و یکی از مهمترین ویژگی های قیام رو ما میتونیم این بدونیم که رژیم در اوج آمادگیش با قیامی مواجه شد که نتونست اون رو از قبل متوقف کنه. نکته دومی که وجود داشت سر بحث مردم هستش، ما در این قیام شاهد گستردگی بسیار بسیار سراسری و عظیم تمام اقشار و آحاد ملت ایران در این قیام بودیم. از بلحاظ سن شما نکنید از 80 گرفته تا تمام بالاترین سنین جامعه رو ما در این قیام در کنار هم در یک صف مشخص رزم شاهدش هستیم. اگر شما اقشار نکنید تمام اقشار مختلف میهن در این قیام شرکت داشتن، یعنی برخلاف قیام های قبلی که به هر حال هر کدومی به هر حال متعلق به یک قشر یا یک طبقه یا یک لایه خاصی از جامعه ما بودند، در این قیام تمام مردم ایران یک پارچه تو شرکت کردند، به صورتی که بعضی ها که به هر حال یادی و خاطره از قیام های 57 دارن به صفت حضور مردم تداعی میکنن قیام 57 رو که تمامی ملت به صورت یک پارچه در صحنه حضور داشتن. خب نکته برجسته ای که در این قیام آقای مرادی قبل از اینکه برین ادامه صحبتاتون رو بگین، اگه اجازه بدین اینجا به ما اطلاع میدن، گزارشاتی رسیده به دست ما از خبرنگاران سیمای آزادی، اینها رو با هم ببینیم و بعد شما صحبتاتون رو ادامه بدین. جو امنیتی اردبیل، گزارشگر سیمای آزادی. جو امنیت، گزارشگر سیمای آزادی. سیمای آزادی.
وسط ماشینه باشید تا نمیاد بکنم. اون بچه میری با بیناموس بیناموس بیناموس. بله، تصاویر بود از خبرنگاران سیمای آزادی که به دستمون رسیده بود. بله آقای مراد، شما داشتیم توضیح دادیم، بفرماییم. بله، با درود به خبرنگاران سیمای آزادی که این صحنه ها رو به ثبت میرسونن و برای تمام مردم ایران و جهانیان اون رو به نمایش میگذارن. در رابطه با نکته‌ای که گفتم در ادامه ویژگی‌ها، ویژگی عمده دیگه که ما در این قیام شاهدش بودیم حضور زنان بودش. زنان به هر حال اگر توجه داشته باشید به هر حال نیروی اصلی و قدرتمند و تعیین کننده سرنگونی رژیم بوده و از آغاز خود رژیم در دستگاه سرکوبش برای مهار این نیروی عظیم خیلی خیلی تلاش کرده و دستگاه سرکوب و عمده سرکوبش رو در ارتباط با این نیروی عظیم و 50% جامعه ایران گذاشته بود که ما می‌بینیم در این قیام این نیروی عظیم آزاد شده، جلوداری می‌کنه و هدایت و رهبری به مثابه موتور محرک و تعیین کننده این قیام نقش ایفا کرده. از ویژگی‌های دیگه که ما در رابطه با این قیام میتونیم صحبت کنیم، مسئله آزادی و سرنگونی‌هایی بود که به هر حال صورت مسئله این قیام بودش. اگه شما دقت کرده باشید بلافاصله در اولین گام‌های این قیام، حتی بدون کمترین حتی فرجه ای، حتی هیچ شعاری، ما از مسئله معیشت یا گرانی یا مسائل و هزاران تضاد و هزاران مشکلاتی که مردم ایران باش روبرو هستن مواجه نبودیم، بلکه تیز و روشن و واضح مردم و کسایی که در صحنه بودن روی مسئله آزادی، مسئله سرنگونی متمرکز بودن و تمام شعارها تمامیت نظام و به طور مشخص دیکتاتوری حاکم بر ایران و شخص خامنه ای رو نشانه می رفت. این هم دیگه از ویژگی های برجسته این قیام بود که به هر حال داره جامعه نزدیک میشه، همونطوری که برادر مسعود گفته عمق پیدا میکنه و داره نزدیک و نزدیک میشه به همون خواست اصلی، خواست تاریخی مردم ایران که همانا مسئله آزادی است. از ویژگی های دیگه که ما در این صحنه شاهد شور و عصیان و شورشگری هستش که از ویژگی‌های و اون ویژگی مهمی است که جامعه ما قیام‌های آینده و قیام پیش رو نیاز داره برای سرنگونی. و هر چیزی که ما در این صحنه می‌بینیم از جوانان، از نیروهایی که در زنان و مردان دلاوری که در صحنه هستند، شور و شورشگری، دلاوری و تحور و شجاعت هستش و این هم یکی از ویژگی‌های برجسته این قیامی بوده که اکنون باش روبرو هستیم. یکی از ویژگی‌های دیگه هم که این قیام داشته سازمان یافتگی هست که خود استاندار تهران مطرح کرده بود. هر چی که ما در این قیام داریم شاهدش از این از یک سازمان یافتگی این قیام برخوردار است. این اقداماتی که ما در صحنه می‌بینیم کار خودجوش و خودرو نیستش، بلکه یک پشتوانه از سازمان یافتگی برخوردار هستن که خب همونطوری که می‌بینید در نمونه‌های متعدد ما با جمع روبرو هستیم که به صورت جمعی، به صورت هماهنگ یک اقدامی رو انجام میدن. این از ویژگی‌های مهمی هستش که من میتونم در رابطه با مسئله این قیام براتون بگم. خب این قیام همچنین
انعکاس بسیار بسیار گسترده در عرصه بین المللی در عرصه جهانی داشته که این هم از ویژگی های برجسته این دوره از قیام میشه روش بهش استناد کرد. بله، با تشکر از توضیحاتتون. به نظر شما آقای مرادی، تا همینجا که قیام پیش رفته و گسترش پیدا کرده، چه دستاوردهایی در جهت آزادی مردم ایران داشته؟ ببینید، من اگر بخوام در یک جمله و به اختصار براتون بگم، این قیام یکی از دستاوردهای بسیار عظیم یا یکی از قطعات پازل جدی جنبش سرنگونی رو تشکیل میده. من به ذرس قاطع میتونم براتون بگم که جنبش سرنگونی بعد از این قیام شهریور، قیامی که الان در حال حاضر ادامه داره و چند دقیقه پیش شما فیلماشو، بخش از فیلماشو که روز گذشته بود نشون دادید، نشون میده که یک از نقطه عطفی رد شده، نقطه عطف بی بازگشت و بازگشت ناپذیر. اگه من میگم دستاورداشو بگم، این رژیم در تمام 44 سال گذشته با دستگاه سرکوب خودش در تمام مدت تلاش کرد که بذر ناباوری و ناامیدی و نمیتوان در رابطه با این سرنگونی رو در جامعه ایران نهادینه کنه و این تخم بسیار زهر آگین رو در جامعه بپراکنن که به هر حال کسی به فکر سرنگونی این رژیم نباشه و باور و امید رو تلاش میکرد که از بین ببره. و این قیام قبل از همه و بیش از همه ناباوری رو مثل یک باران بسیار صاعقه، مثل یک باران بسیار پر رحمت اومد و این تمام ناباوری ها رو به نظر من از تک به تک سلول ها و آحاد و روح و ضمیر این جامعه شست و برد و الان اون چیزی که ما در جامعه ایران شاهدش هستیم باور و امید به سرنگونی است و این بزرگترین سرمایه یک انقلاب برای سرنگونی است و این بزرگترین حربه‌ای بود که دست رژیم در تمام این سالها بود و با اون نمیتوان و نباید رو ترویج میکرد و الان ما میتونیم بگیم جامعه ایران به یک باور، به یک میتوان و باید ایمان و اعتقاد پیدا کرد. نکته دیگه از دستاورده مهمی این در رابطه با عطف رو به خود رژیم هست. شما ناکنید ببینید تمام مزدوران رژیم که دست عناصر و مهره ها و به هر حال دستگاه سرکوب رژیم رو تشکیل میدن، شما تصور کنید که هر کدوم از اینها بعد از دیدن این صحنه ها، بعد از دیدن این صحنه هایی که در قیام ما شاهدش بودیم و اونها هم بهتر از ما شاهدش بودن، چه کنش و واکنش هایی در درون خودشون خواهد داشت. اونها آینده خودشون رو میبینن، آینده بعد از سرنگونی رو میبینن، آینده قیام های پیش رو میبینن، میبینن که این ملت با اونها چه خواهد کرد. به همین خاطر شما تردید نکنید که این قیام ترس عظیمی رو از ترسی که در جامعه در این 44 سال وجود داشت منتقل کرد به اردوی دشمن. بنابراین ما از این پس باید شاهد ریزش های بسا بسا فراوانتر و تعیین کننده تری در بدنه دستگاه سرکوب به طور مشخص و ایزن در کلیه دستگاه سرکوب رژیم باید شاهد باشیم و این یکی از مهمترین دستاوردهای این قیام هستش که کمککار ما خواهد بود برای پیشبرد جنبش سرنگونی. نکته بعدی که وجود دارد از دستاوردهای این قیام، من براتون میگم، از زنده شدن ارزش هاست. ببینید در خود عناصری که تحلیلگر هستن و اشراف کامل دارن به وضعیت رژیم، میان رژیم به موازات سرکوب که عوامل بقا و عناصری بوده که به هر حال رژیم رو در تمام این سالها حفظ کرده، یک عنصری که بسیار بسیار روش کار کرده و کمک کارش بوده از بین بردن ارزش های ملی، ارزش های انقلابی، ارزش های انسانی، حتی ارزش های اسلامی، تمام این ارزش ها رو در تمام این 44 سال از بین برد و به اعتبار از بین بردن چنین ارزش هایی تونست چه کنه بقای خود و عمر خودش رو یه مقداری چه کنه تمدید کنه تا الان بشه. من الان براتون میخوام بگم که توی این قیامی که الان ما هستیم، ما شاهد زنده شدن ارزش های بسیار بسیار زیادی از ارزش های انسانی، ارزش های ملی، ارزش های ایرانی، ارزش های انقلابی، تمام این ارزش هایی که به هر حال این رژیم در تمام این سال روی اون خاک پاشیده بود و نمیگذاشت این ارزش ها زنده بشه، ما در جامعه ایران در این قیام شاهد زنده شدنش بودیم. و باز من دارم اینجا تاکید میکنم، اگه شما دقت کرده باشید تمام اون گزارشایی که از هموطنانمون دریافت میکنیم، همه اونهایی که به هر حال سن و سالی دارن و خاطراتی از قیام بزرگ و ضد سلطنت رو دارن به همراه خودشون، همه میگن ارزشایی که در اون روزگار ما شاهدش بودیم الان داره یکی بعد از دیگری در این قیام به طور مشخص زنده میشه. ما شاهد پیوند و پیوستگی عظیم تمام اقشار مردم، محبت، عاطفه، عشق، باور به وظیفه مندی، باور به تعهد، تعهد ایرانی بودن، تعهد انسان بودن، تعهد مبارزه، تعهد مقاومت، ارزش‌های مقاومت، تمام اینا اون چیزی است که به هر حال الان زنده میشه. نکته قابل توجه دیگه که ما از دستاوردهای این مقاومت میتونیم و این قیام میتونیم روش اشاره کنیم، اثبات حقانیت مسیری است که این مجاهدین و این مقاومت در طی 44 سال گذشته در روی با این رژیم طی کردن. ببینید
در تمام این مدت رژیم خیلی تلاش کرد با مزدورانش، با نیروهای لابیش، با کسانی که به هر حال مستقیم و غیر مستقیم با رژیم کار میکنن، این رو بقبولونه که استراتژی همون از مسیر جنبش مدنی، یک مسیر جنبش بی هزینه، یک مسیری که به هر حال گلاویز نشدن با این رژیم، از کنار رژیم رد شدن، در انت صبر و انتظار موندن و و و الی آخر. شما صبر کنید تا این رژیم چه کنه، خودش به هر حال سرنگون بشه یا حداقل درگیرش. و الان ما شاهد هستیم بخصوص از قیام 96 به این ور و بخصوص در این قیامی که نقطه عطفی رو طی کرده از 96 به این طرف، شاهد این هستیم که به هر حال مردم مسیر سرنگونی خودشون رو در همون مسیر و همون استراتژی و همون خط مقاومت می‌بینن، در همون خط کانون‌های شورشی می‌بینن، در همون شورش و شورشگری می‌بینن، در آتش پاسخ آتش می‌بینن، می‌بینن که تنها در این مسیر هست که میشه پیروزی رو رقم زد. به همین خاطر من میتونم بگم که از دستاوردهای عظیم این قیام سوزوندن تمام مار و مورهایی بود که رو در روی خط و استراتژی این مقاومت برای سرنگونی سبز میشد، مستقیم و غیر مستقیم توسط رژیم، و همه اونها سوزانده شد در میان آتشهایی که شما در صحنه های این قیام میبینید. بسیاری از کسایی که طرفدار جنبش مدنی و جنبش بی هزینه و نمیدونم از این اباطیل به طور مشخص رو در روی رژیم داشتن، اینها نیز در این آتش سوخت. و الان اون چیزی که ما میبینیم خط درخشان و بسیار بسیار روشن استراتژی و خطوط کانون‌های شورشی است که به طور مشخص می‌درخشه. به همین خاطر اگر من آقای مرادی بخشی صحبتتون رو قطع می‌کنم، بهمون اطلاع میدن تصاویری به دستمون رسیده از درگیری‌ها و تظاهرات دینون قیام مردم تهران، که اگه بشه این رو با هم ببینیم. مشتاقیم که ببینیم. خواهش می‌کنم. چهارشنبه بله آقای مرادی، داشتین توضیح میدادید، ببخشید صحبتتون رو قطع کردیم، بفرمایید. می کنم در خلاصه کنم که وقت برنامه‌تون رو نگیرم. ببینید، از دستاوردها شما پرسید، من در یک جمله اگه بخوام دستاوردها رو خلاصه کنم، این قیام یک مدار، یک گردنه، یک نقطه عطف بی بازگشت طی کرده. دستاوردهای عظیمی داشته که هرگز هیچ چیزی نمیتونه این دستاورد عظیم رو در مسیر جنبش سرنگونی از مردم ایران خارج کنه. به همین خاطر من میتونم بگم که بسیار این قیامی و این انقلابی که قیامی که در پیش انجام در حال انجام هست، بزرگترین دستاوردش اینه که تضمین میکنه قطعیت سرنگونی رو و تضمین میکنه پیوند عظیم این حمایت و جنبش سراسری مردم ایران رو با مقاومت، با کانونهای شورشی. و در یک کلمه من بخوام به اختصار براتون بگم، بسیار بسیار امید بخش هست. ما میتونیم چشمانداز سرنگونی رو نه با چشمان غیر مسلح بلکه با چشمان معمولی ببینیم و ببینیم که به هر حال اون چیزی که به هر حال آرزو و آمال مردم ایران بود، یعنی سرنگونی، یعنی بازگشت آزادی به مردم ایران و میهن ایران، بازگشت آبادانی، این در دسترس است. الان ما میتونیم با چشمان غیر مسلح همین رو ببینیم. خواهش می‌کنم. بله، با تشکر از شرکتتون در گفتگوی ما و پاسختون به سوالاتمون.